بسم الله الرحمن الرحیم. ما بیغمان مست دل از دست داده ایم، هم راز عشق و هم نفس جام باده ایم. بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند، تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در گلستان اندیشه شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم. از تماس ها و استقبال بسیار خوب و گرم شما از این گلستان و بوستان سعدی بسیار سپاسگزاریم و ما همیشه قدردان شما عزیزان هستیم که تا این پایه ارزش های علمی و حکمی خودتون رو خوب میشناسید. خوب انشاءالله تا چند جلسه دیگر هم در گلستان و بوستان سعدی خواهیم بود و برای اینکه خدمت بزرگان دیگر برسیم و از گلشن اندیشه آنها هم خرمنی برچینیم، از محضر سعدی انشاءالله مرخص میشه. خوب حکایتی از بوستان انتخاب شد که خدمتون میخونم و از حکمت گشایی های حضرت استاد بهره میبریم. اجازه فرمایید استاد من. میفرماید که ز عهد پدر یادم آمد همی، که باران رحمت بر او هر دمی، که در خردیم لوح و دفتر خرید، ز بهرم یکی خاتم زر خرید. به در کرد ناگه یکی مشتری، به خرمای از دستم انگشتری. چون نشناسد انگشتری طفل خرد، به شیرینی از وی توانند برد. تو هم قیمت عمر نشناختی، که در عیش شیرین برانداختی. بله، با این تمثیل میخواد که معنی عمر و ارزش عمر انشاءالله بحث بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب حکایتی که منظوم است و از شیخ اجل قرائت فرمودید، در نهایت سادگی و ظرافت و بلاغت مطلب مهمی رو شیخ مطرح کرده در اینجا، و اون حکایت ساده این است که شخصی داره از عهد کودکی به یاد میاره که در عهد کودکی که به مدرسه میرفت و دبستان، پدرش یک لوح زری براش خرید، دفتر و دستکی و یک انگشتری قیمتی، خاتم زر، انگشتر طلا. اولا ببینید با چه ظرافتی شیخ شروع کرده. حالا اول از عزت لفظی بگیم و شروع کار، تا بعد بریم معنای بی پایان این مطلب. میگه که زهد پدر یاد دارم همین، که باران رحمت برو هر دمی. یاد از زهد پدر کودک بوده، یادش میاد که پدری زنده بود و خوب محبت بهش میکرده و براش عرض کنم که زر میخریده و صاحب کرم بوده، لوح و دفتر براش میخریده. بعد میگه که باران رحمت برو هر دمی. حالا میخواد بیاد رحمت الله علیه. خب ما همه میگیم رحمت الله علیه، خدا رحمت کنه پدرمونو، که باران رحمت بر او هر دمی. اولا رحمت حق رو به باران تشبیه کرده، از این تشبیه بهتر نمیشه. چون باران وقتی میبارد، باران رحمت بیدریغش همه جا باریده، خود سعدی گفته باران وقتی میبارد به شورزار و به گلستان یکسان میبارد. باران وقتی میاد به گلستان میاد، به شورزار نمیاد، یا همه جا یکسان میاد. چرا یکسان؟ باران دیگه نمیگه اینجا باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار هست. باران میبارد، نمیگه اینجا بیابانه، اینجا خسته، اینجا دریاست، اینجا گلستانه. میبارد، خوب و بد میبارد. تشبیه رحمت خدا به باران خیلی عجیبه. این رحمت عام الهی است. رحمت خدا شامل کافرم میشه، بله من میتونم بگم. ببینم اگر آنی رحمت خداوند از کفار قطع بشه، اصلا میتونن بمونن؟ اصلا زنده هست؟ اصلا وجود داره؟ نخیر. اصلا قطع نظر از رحمت خدا، اصلا عالم یک لحظه سر پا نیست.
رحمت عام هست پروردگاره. و بهترین تشبیه معقول به محسوس، ما اگه معقول به محسوس خواسته باشیم تشبیه کنیم، این تشبیه شیخ عجله که رحمت حق رو به باران تشبیه کرده، چون باران همه جا میبارد، نمیگه این شوره زار است یا گلزار، میبارد دریاست یا صحرا، میبارد رحمت خدا میبارد. و وقت بعد یکی این که رحمت حق رو تعبیل تشبیه معقول محسوس کرده به باران، یکی میگه هر دمی، این دم یعنی نفس، یعنی این رحمت همیشه ببارد، این باران، باران رحمت هر دم یعنی هر نفس همیشه ببارد. شاید این نفس ما هم رحمت حقه، همینه، خود نفس هم رحمته. چیزی خود نفس، بله، یه آن نفس رحمت حق نباشه این نفس قطع میشه، قطع بشه دیگه هیچ، اصلا چیزی از رحمت خداوند، از هیته رحمت الهی هیچی خارج نیست. وسعت رحمته کل شیء، همه جا را فرا گرفت. حالا اولا چقدر زیبا شروع میکنه یه حکایت ساده رو که از قول یه بچه، یه طفلی، یه کودکی یادش میاد، حال بزرگ شده یادش میاد که در عهد کودکی به دبستان میرفته، به مدرسه میرفته، پدرش چه محبت ها بهش میکرده. خب این شروع چقدر زیباست، با چه لطافتی، با چه فصاحتی شیخ شروع میکنه، وقت چه رحمتی، و خود این که رحمت بر پدر فرستادن، درود بر پدر فرستادن و طلب رحمت بر پدر کردن چقدر خودش پسندیده است که آدم باید همیشه برای پدر مادرش و برای اموات طلب رحمت کنه. و چه به چه زیبایی شروع میکنه مثلا. خب این شروع قضیه است. من دریغم آمد که این لطافت شروع سعدی رو نگم که با رحمت و باران شروع میکنه. بعد قصه اینه، همطور که شما قرائت کردیم، که یک خاتم زری براش خرید و همینطور که میرفت تو راه مدرسه، تفت بود دیگه، ساده، تفت ساده است، قلقش که نداره، اطفال سادن. اصلا خاصیت انسانه که در تو ببین، شما بچه ها رو دوست، همه کس آدم ها بچه ها رو دوست دارن. شما ممکنه آدم بزرگی بهشون برسی، از بعضی خوشت بیاد، از بعضی خوشت نیاد، این طبیعیه. آدم ممکنه از بعضی قیافه خوش، این دیگه اختیاری هم نیست ها، گاهی اصلا یه تشعشعاتی هست که آدم ممکنه از بعضی خوشش نیاد، حالا از لباسش، از قیافش، از رفتارش، از طرز نگاهش، از بعضی هم خوشش میاد. اما فکر نمی کنم شما یه طفلی ببینی که بدت بیاد از اون. اصلا اطفال شیرینن، حلوا، طفل شیرینه. و هر کسی اگه فطرت سالم داشته باشه، طبع سلیم، از بچه ها آدم خوشش میاد، همه آدم ها خوشش میاد. چرا؟ یه چرا اینجا هست. چرا نیم پرسی چرا؟ چرا بله؟ چرا؟ برای که این فطرت صاف آدمی داره بچه، طفل، هنوز که طفله بر فطرت صاف آدمی است، پاک آدمی است، هنوز قلقش نداره، هنوز دروغ بلد نیست بگه، هنوز منفعت طلب نیست، هنوز شهوتران نیست، هنوز غضب نداره، هنوز حسود نیست، و هنوز خیلی این صفات که بعدها متاسفانه آدم کسب میکنه و پیدا میشه و گرفتارش میشه. آلوده نشده، خلاص آلوده نشده، پاک پاک. و معلوم شد چقدر فطرت انسانی زیباست، و این فطرت انسانی تبلورش در کودکه. کودک آدم دوست داره خندش، دوست خنده بکنه، دوست داره حرکاتش خنده داره، بازش خنده داره، شیطنتش حتی زیباست، گریهش ترحم‌آمیزه که اگه گریه بچه رو آدم نمیتونه تحمل کنه، تا گریه کرد آدم به هر دلیلی باید اینو آرام بکنه. خب این طفلی که معصوم بود، واقعا هم طفل باید بگیم معصوم، یعنی بیگناه، هنوز به مرحله گناهکاری نرسیده، پاکه، این لوح زر در اختیارش بود و به مدرسه میرفت. یه رندی از همونه که آلوده میشند یه رند آلوده ای از این صفای باطن طفل استفاده کرد، یه خورما داد. خب طفلم ساده اندیشه، ظاهره میبینه دیگه، یه خورما شیرینه، حالا اون لوح زر که شیرین نیست، حالا ظاهره زیباست، ولی خورما شیرین تره. گفت بیا این خورما رو بخور، اون چقدر شیرینه، اون انگشتر رو بده من، اون انگشتر رو بده من، اون بچه اون خوردنی نیست که. این طفل ساده بیگناه هم خورما رو خوردید، به چقدر شیرین و خوبه. گفت بیا این لوح زر مال تو، این خاتم زر مال تو، این خورما مال من. خب این اصل یه قصه است، حالا ساخته ذهن شیخ عجله، و اتفاقا میفته البته، این یه چیز طبیعی. چه میخواهد شیخ بفرماید؟ خب یک خاتم زر را دادن که بسیار پربهاست و یک خرما گرفتن، یک سادگیه، یک سادگی میخواد.
شیخ اجل میخواهد ادعا کند که و بگوید که عمر آدمی یک خاتم زره که خدا با آدم داده. عمر چقدر گرانبهاست آقای لاریجانی؟ عمر هر آدمی مجموع عمرش یک خاتمه، به یک خاتم تشبیه کرده، خاتم زر. این عمر چقدر ارزش داره به نظر شما؟ نمیشه قیمت گذاشت. نمیشه قیمت گذاشت. اگر چقدر به آدم بدند و بگن عمرتو بده، یه آدم عمرشو بده، بگن حالا همه ی عالم مال تو، همه ی عالم این سند تمام املاک کره زمین رو به نام شما ثبت کردیم، حالا عمرتو بده، معامله میکنه آدم عاقل؟ نه. عمر خیلی پربهاست. حالا بعد عرض میکنم که پربها بودن عمرم یعنی چی. عجیب اینه که اینم یه ظرافت درش کس. عمر پربهاست برای همه، ولی باز بهاش از نظر هر کسی فرق میکنه. اولا هر موجود زنده برای عمرش بها قائله، حتی اگر چون چه اهل فسق و فجور باشه، اهل معنویت نباشه، عمرشو دوست داره. حالا این عمر اگر در راه معرفت الهی به کار بره، و این عمر وقت چقدر بها داره، حتی عمرهایی که تلف میشه به حسب ظاهر، اون شخصی که صاحب این عمره عمرشو دوست داره، حاضر عمرشو از دست بده، یعنی بها بر عمرش قائله. حالا اگر این عمر درست باشه وقت چقدر ارزش داره؟ درست باشه یعنی چه؟ یعنی در راه معرفت حق صرف بشه تمامش، تمام عمر آدم در راه معرفت حق تعالی صرف بشه، دیگه آیا میشه بهایی براش تعیین کرد؟ در کل هستی دیگه در کل هستی هم نمیشه براش بها تعیین کرد، هیچی معادل نداره. پس این خاتم زره. شیخ اجل میخواهد بفرماید که این خاتم زری که خداوند به ما داده که این عمر است، ما در اثر غفلت کودکانه، متاسفانه این کودکانه، اون کودک بیگناهه، هنوز به تجربه نرسید، تجربت نیاموخته، ولی ما آدم ممکنه 50-60 سالش بشه و هنوز کودک بماند. کودک سن نی، کودک تجربه است، 70 سالشه، 80 سالشه حتی، ولی هنوز کودک مونده از نظر معرفتی، عمر رو از دست داده، بقیت عمرم از دست میده. با چی؟ با یه خورما، با یه خورمایی که توهم شیرینی میکنه و فکر کنه حال شیرینه، با یک چیز، با سمن بخس، با یه امر ناچیزی عمر رو صرف میکنه و چیزی هم به دست نمی آورد. شیخ میخواد بگه که ما در مقابل این خاتم زر که مدت عمر ما باشه، که یه بارم بیشتر نمیدن، این خاتم زر هم یکی بیشتر نی، این عمر یه بار به ما داده شده، ما دو بار عمر نمی کنیم. چه کسی دو بار عمر می کنه؟ دوباره عمر نیست، عمر دوباره به کسی نمی دهن. عمر یک بار داده میشه، یک فرصت است، این فرصت رو باید از دست نداد و به یه خرمایی ناچیزی نفروخت این خاتم زر را. عمر خاتم زر است. خب تا اینجا شیخ خوب بیان کرده، اما حالا شما میتوانی از من سوال کنی که این عمر که خاتم زر است و اون چنان گرانبهاست، چه کارش بکنیم که به یه خرمایی نفروشیم و درست مصرفش بکنیم؟ حالا من قبل از اون دو تا سوال دیگه دارم. بله بفرمایید، اگر اجازه بدید مطرح بکنم. به هر حال همین که حضرت علی هم فرمودید، جناب سعدی، بزرگان قرآن، احادیث خیلی تاکید دارن که انسان قیمت عمرش رو بشناسه. زندگی، خب کودک با کودکان زندگی کردن برای بزرگسال بده که کودکان زندگی بکنه، تشخیص نده قیمت عمر را مثلا با دنیا را. اینجا خب میتونه این شیرینی همون لذت زودگذر دنیا هم باشه که چند سباهی بعد عبور میکنه برای انسان. نکته اینجاست که ملاک و میزان قیمتگذاری خود این عمر چیه؟ یعنی ما از چه راهی میتونیم بگیم قیمت در نمیاد؟ بالاخره یعنی چی؟ آیا خداوند این عمر رو داده ما تو این دنیا به هر حال داد و ستد کنیم، معامله بکنیم؟ حالا بعضی‌ها که در راه‌های نامشروع این عمر رو مصرف میکنن، به هر حال اون فضایی که باید این عمر مصرف بشه چیه؟ یا فرض کنید که پس در قدم اول قیمت گذاریه که مولوی میگه قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. خب این یه نکته. باز میگوید که
کسی بالغه که از هوا و هوا رسته باشه. خب انسان تا کجا بتونه خودشو نیست بالغ جز رهیده از هوا؟ خب انسان چگونه میتونه خود رو به اون مرز برسونه که از هوا هوس توهی باشه؟ این دوتا نکته رو قبل از این که وارد بحث مصرف اون بشیم به نظر من باید روشن بشه. خب همین وقتی ادعا میکنیم که بهایی نمیشه بارش تعیین کرد عمر و خیلی ارزشمنده، خاتم زریست که هیچ معادل ندارد، یعنی با این عمر خیلی کارهای عظیم میشه کرد، کارهایی که اولا این عمر رو میشه باش ابدیت خرید. ابدیت خرید، جاودانگی. بله اون خورما همون لذت‌های زودگذر زندگی است. عمر خاتم زره که میشه به جاودانگی رسید. این جاودانگی هم نه این که فقط باقی بودن، با معرفت لایتناهای حق، یعنی به یه وسعت بیکرانه هستی رسید. یعنی کسی که از عمرش استفاده معرفتی بکنه، یعنی هیچی قیمت عمر نیست قیمت واقعیش مگر کسب معرفت. آقای لاریجانی، عمر رو اگر در کسب معرفت، معرفت حق تبارک و تعالی، معرفت حق تبارک و تعالی که میگم نه این که بگم من میدونم یه خدای هست تمام شد، این معرفت لایتناهاست، حد یقف نداره، بارها بحث کردیم. این معرفت غیر متناهیه، غیر متناهی معادل نداره، شما نمیتونید چیزی در مقابل غیر متناهی بذاری، و معرفت حق تا غیر متناهی راه داره. این قیمت عمر غیر به غیر متناهی رسیدنه، و غیر به غیر متناهی رسیدن از راه معرفت حق تعالی است. اگر در غیر این راه مصرف شد باختی. اگر به این لذت‌های زودگذر که سعدی به شیرینی خرما تشبیه کرده، این لذت‌های زودگذر زندگی آنی، لحظه‌ای، روزی، هفته‌ای که ما دلخوشیم به این چیزهای، و بسیارش هم اوهامه، بسیاری اوهام، ما خیال می‌کنیم که شیرینه ولی وهمی بیش نیست، ما با وهم دلخوشیم. یعنی مادامی که در عالم وهمیم به عالم عقل نمی‌رسیم، مادامی که دچار حواس هستیم فقط لذت‌های حسی رو درک می‌کنیم، لذت‌های عقلی رو نمی‌فهمیم. کسی که در لذت‌های حسی مستغرقه از لذت‌های عقلانی بی‌خبره، و اگر کسی به یک لذت عقلی دست یافت می‌فهمد که تمام لذت‌های حسی از اول تا آخر دنیا در مقابل یک لحظه لذت عقلانی ناچیزه. یه وقتی در همین برنامه عرض کردم از عین الغزات در کتاب تمهیداتش مطلب مهمی میگه، میگه اگر صورت معرفت را، معرفت عقلانی را، صورت معرفت را بر دیواری نقاشی کنند، هیچ کس اون صورت را نبیند مگر اینکه از شدت زیبایی بمیرد. این عبارت عین الغزاته. اگر کسی به لذت عقلانی نرسد به خرمای لذت‌های حسی دل خوش میکنه و عمرو به سر میبره. ببینین، و اینجاست که وظیفه سنگین انسان ایجاب میکنه که بفهمه بین احساسات که غالبا منتهی حد اکثرش به وهم میشه، اوهام، و خرد، خرد ناب که مقتضای عقله، یه مرز ظریفی است که تشخیصش مشکله. اون مرز ظریفی که عالم خرد و عالم عقلانیت رو از مرز احساسات، احساساتی که از وهم ناشی میشه، دچار وهم میشه انسان، این مرز بسیار ظریفه، و چون این مرز شناخته شده نیست برای اشخاص، غالبا این طرف مرز باقی میمانند، عمر رو در لذت‌های حسی باقی میمانند. ما اینجا در این وقت بحث میکنیم، نباید سوء تفاهم بشه، و شنوندگان محترم توجه داشته باشند که ما مخالف لذت‌های حسی ابدا نیستیم، ابدا. انسان از تمام نیروهاش باید استفاده کنه، تمام نیروهایی که خداوند برای من شما خلق کرده، اگه استفاده نکنیم و مهمل بگذاریم ما خائنیم. از گوشت، از چشمت، از حست، از لمست، از همه نیروهایی که خدا به انسان داده باید استفاده کرد. ترک لذت‌ها رو من توصیه نمی‌کنم، اما اینها باید تحت سیطره عقل باشه، نه اینکه عقل رو بذاری کنار حالا بگی من از حواسم استفاده میکنم. اگر شما از چشمت تحت سیطره عقل، از گوشت تحت سیطره عقل، از ذائقت، از شامت، از لامست تحت سیطره عقل که در واقع هم هست استفاده بکنی، همه اینا مطلوبه. اون وقت هم اینا به کامیابی خودشون رسیدن، هم عقل کامیاب شده.
اما به شرطی که احاطه عقل رو و هدایت عقل رو بر حواس و قوا و نیروهایی که در اختیار داری حفظ بکنی، یعنی تحت کنترل عقل کار بکنن. ولی اگه عقل رو برداریم حس کار میکنه، اصلا چشم بدون عقل نمیتونه ببینه. یکی از اشتباهات اینه که فکر کنیم ما میتونیم ببینیم. اصلا به قول یکی از حکما میگه حواس ما خودسرانه کار نمیکنه. ببینم چشم ما اگر یه عقلانیتی پشتش نبود چی میدید؟ هیچ. اصلا میدید اما تمیز نمیداد، تشخیص نمیداد. اینه یه بار دیگه یه مثال زدم اینجا، مثلا یه بچه‌ای که تازه متولد میشه چشمش میبینه نمیبینه؟ میبینه ولی خوب میبینه نداره. چشمش خوب میبینه، تشخیص نمیده. شاید از چشم یه آدم 50 60 ساله تیزتر ببینه اما تمیز نداره. میبینه اما نمیگه، نمیدونه این آتش این آبه، چه بسا دستم تو آتش ببره. بله. پس دیدن با چی دیدن میشه؟ با یه خردی که پشت دیدن باشه. شیخ میخواد همینه بگه، میگه شما از حواست استفاده کن، از همه نیروهات، ولی با هدایت عقل. خب استاد اجازه فرمایید میام برنامه رو ببینیم. نمیابم تو را در دل، نمیابم تو را در دل، نه در عالم نه در گیتی، کجا جویم تو را آخر. من حیران نمیدانم، نمیدانم، نمیدانم کجا جویم تو را آخر. من حیران نمیدانم، یا عاقل بودم ترانه گویم کردی، سر حلقه بزم و باد جویم کردی، سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی، بازیچه کودکان کویم کردی. استاد این سوالی که مطرح کردم یه سوال کلیدیه، یعنی خیلی ها هم تو برنامه از ما سوال کردن. مثلا جناب مولوی میفرماید که خلق اطفالن جز مست خدا، درست نیست بالغ جز رهیده از هوا.
خب یکی میگه آدم مست خدا بشه، از هوا تهی بشه، بعد میگه تا از این دنیا نرستی کودکی، بی زکات روح که یابی زکی. خب باید از این دنیا هم پرهیز بکنه، سه تا به زکاوت طهارت روح برسه، چهار تا، اینا مراحلی است که باید طی بکنه تا برسه اون لذت عقلانی که حضرت عالی فرمودی. مثلا بعضی سوال میکنن که من تو جامعه که چشم باز میکنم به من میگن که پول سعادته، من با پول میرسم میبن نه همش بدبختی برام، یا قدرت و شهرت اینها برای انسان سعادت میاره، میرسم به اینها ولی میبینم نه همه نقمته همه بدبختیه. ما چیکار بکنیم از ابتدا این سرمایه عمر را که اصلا قیمت در نمی آید تو اون فضایی که الان فرمودی مصرف بکنیم؟ تمام پاسخ من همین بود به شما که عرض کردم پول در آوردن هیچ نقصی نیست، پول برای رفع حوایج زندگی لازمه. اگه کسی بیاد توصیه کنه، من توصیه به زهد نمی کنم متاسفانه، پول در آوردن نقص نیست، کار کردن، پول در آوردن، رفاه زندگی، این همه خوبه، اما یه شرط داره عرض کردم، اینه باید تحت هدایت عقل و شرع باشه، افراط نشه. یعنی اگه افراط کنی عمر رو در پول در آوردن اصلا یه بیماری میشه برات، هی سرمایه رو ببر بالا، رقم پول توی بانک بره بالا ولی به کارها دیگه نرسی، به معرفت نداشته باشی، اصلا ندونی برای چی میخوای، یه هرسی بر شما غالب شده که این رقم پول بره بالا، هرس این هرسه. اما از شما پرسیدن برای چی میخوای، میگی برای سعادت، و اصلا نمیدونی سعادت یعنی چی. این بیماریه، داریم همین عرض میکنیم. وقتی میگم هدایت عقل به این منظوره، تمام این کارها خوب است، از تمام نیروها درس کردم، حتی پول در آوردن چه مانعی داره اگر تحت هدایت عقل و شرع شما کار بکنیم. اما بدانی که چه مقدار لازمه این پول، برای چه کاری، من برای چه زندگی میکنم، هدف من چیه، اینا را اگه بدونی خیلی خوبه. اصلا شما آمدی اینجا پول جمع کنی یا کسب معرفت بکنی؟ معرفت. ببین، و این من همیشه رو عقل تکیه میکنم، باید عقلتو فعال کنی، یعنی یا به عقل فعال متصل بشی. این عقل فعال هم که حکما گفتن خود عقل ما فعاله، یا به عقل فعال مطلق که عقل کونی و عقل جهانی است متصل بشی، عقل فعال. اصلا عقل فعاله، عقل هیچ وقت منفعل نی. من این یه قدم ایراد به حکما دارم که از عقل فعال، ما عقل منفعل نداریم، متأسفانه حواس منفعلن، اوهام منفعلن، عقل منفعل نی. عقل هیچ وقت منفعل نی، عقل همیشه فعال. منتش ما باید فعالیت عقل رو درک بکنیم و زندگی رو بر اساس عقلانیت تمشیت بکنیم امور رو. حتی دیندار باید عقلش رو به کار ببره. ببینم اگه کسی ادعا کرد که من دیندارم ولی عقلش رو تعطیل کرد، این راهش درسته یا نه و میره پیش یا نه؟ لا دین لمن لا عقل له، لمن لا عقل له. خب شما اینجا میتونی از من بپرسی برای اینکه مطلب واضح تر باشه که عقل چیست و چه کار است. اینجا یه قدر بحث حساسه، اجازه بدین بی محابا این بحث رو مطرح کنیم. یکی از ویژگی های عقل و خصلت های عقل است که چرا میگوید. شما بلدی چرا در زندگی بگه؟ بلد نیستی. خب ببینم عقل چرا داره، چرا رو کی میگه؟ همین بحث این به چرای عقل. بله خب خب خیلی عقلا هستن چرا نمیگن، اون دیگه عقل نیست. آه. عقلی که چرا نداره عقل نیست، پس نشانه بدیهی عقل. ممکنه وهمم چرا بگه ها، ولی چرای وهم با چرای عقل دو تاست. ما غالبا به خصوص دنیای امروز به چگونگی ها میپردازیم. ببین ما یه چرا داریم یه چگونه، دو تا واژه در فارسی، حالا من به لغت های دیگه عربیش نمیگم، کیفه و لما، لما و کیفه، یا حال به زبان های دیگه فارسی لغت قشنگی داریم در فارسی زبان خودمون، چرا و چگونه، این دو تا واژه است. ما اگه جایگاه این دو واژه رو بدونیم، همین دو تا واژه ها، دو تا لغته، هیچ چیز دیگه بیشتر نیست، بدانیم چرا یعنی چه و چگونه یعنی چه، خیلی چیزا رو میفهمیم. غالبا دنیای امروز که دنیای علم و تکنیک، بیشتر به چگونگی میپردازه که چگونه این کار درستش چه درست، این چگونه میز ساختن، چگونه این ساختمان ساختن، چگونه این کتاب نوشتن، چگونه 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 چگونه. این بد نیست، منم نمیگم بد، خوبه اگه چگونگی اشیا رو بدونی که بد نیست. چگونه می ساخته شده، چگونه هواپیما ساخته شده، چگونه تلویزیون ساخته شده، چگونه اصلا این تکنیک ها به وجود اومده، چگونه زمین زمین، اینا خوبه. اما یه سوال دیگه قبل از این هست که چراست، چرا به وجود آمده، چگونه از کیفیت ساختنه. چرا سوال از چیه؟ چرا سوال از چیه؟ سوال از غایته. ببین
یه کسی ممکنه بگه هواپیما رو چگونه میسازن، یاد میگیره و چه بسا بسازه دیگه. وقتی یاد گرفت چگونه میسازن، این میز رو چگونه ساختن یاد بهش میدی، خب میسازه. اما یه سوال دیگه از این به نظرم مهمتر هست که چرا میسازی؟ باید بفهمه که این میز رو برای چی میسازه، غایت ساختن این میز چیه. میگی خب هواپیما رو چگونه میسازن؟ اینجوری میسازه. خب چرا هواپیما رو میسازی؟ فوری به شما پاسخ میده برای سرعت، که زودتر به مقصد برسم، سرعت پرواز داشته باشم. خب بلافاصله میگی پرواز، سرعت پرواز برای چی؟ کجا میخوای بری؟ اروپا میخوام برم، مکه میخوام برم، قطب شمال میخوام برم، قطب. خیلی خوب، بسیار خوب، خوبه. اونجا برای چی میخوای بری؟ اونجا هم جای سوال هست یا نیست؟ جای سوال هست. این چرا ادامه پیدا میکنه. اگه قطع شد حماقت آغاز میشه، اگر چرا قطع شد حماقت آغازه، یعنی دیگه شما نمیدونی، فقط چگونه رو بلدی. اما حتی وصول به غایت هم این چرا هست؟ نه، حالا همین که غایت، حالا میخوای بری قطب شمال، قطب جنوب، اروپا، امریکا، نمیدونم مشاهد مشرف، این چرا میخوای بری؟ باید بگی چرا، بدونیم. اون چرا رو مگه بپرسی باید بدونیم. اون وقت این غایت، سوال از غایت باید به غایت الغایات برسه. این غایت به جایی میرسه یا نه؟ بله. اون نهایت این غایت ها غایت الغایاته، غایت القصفا به قول جناب عالی، یا غایت الغایات، یعنی غایت همه غایت ها، نتیجه همه نتیجه ها، میوه همه میوه ها، که دیگه از اون بالاتر نی، یعنی که بالاتر از اونی. ببینم بالاترین چیز در عالم هستی چیه که دیگه از اون بالاتر نمیشه رفت. در عالم هستی، در هستی کل، دنیا و آخرت. بله دیگه، ناله لا اله الا الله. حتی اینجا ممکن میگی برای آخرت، میگم آخرت برای چی میخوای؟ بله اونجا باید جواب بدی. فی مقعد سه، اونجا میخوای فقط باز دوباره بخوری و بخوابی یا یه چیز دیگه میخوای؟ غایت الغایات حق تبارک و تعالی است. دارم به زبان ساده عرض میکنم، اگر بتوانی بالاتر از حق تصور کنی باید بری. آیا میشه بالاتر از حق تعالی تصور کرد؟ فقط تصور، تصور میشه کرد. نه، بالاتر از حق تعالی میشه تصور کرد؟ حق تعالی، بالاتر از حق تعالی میشه تصور کرد؟ نمیشه تصور، حتی تصور نمیشه کرد. باید به غایتی برسی که فوق اون دیگه غایتی متصور نباشد، امکان نداشته باشد، و اون چیزی که بالاتر از او امکان عروج نیست و امکان تصور نیست چیست؟ حق تعالی، حق تبارک و تعالی. تعلیم و تعلم چگونگی ها مهارت هاست که ما باید داشته باشیم، لازمه ها، لازمه. چگونه لباس بپوشم، چگونه میز بسازم، چگونه راه بسازم، چگونه همه کارامو چگونه انجام بدم، اینا رو باید بیاموزیم. اما چرا رو یادمون نره. چرا؟ خب یه وقت چرا میگه برای فایده دنیوی است، اونم خوبه. بعد میگم فایده دنیوی برای چی؟ باز دوباره چرا داره. این چرا تا آخر عمر انسان هست. این چرا رو اگر شما ادامه دادی، شما رو به غایت الغایات میرسونه، یعنی به حق تبارک و تعالی. چراغ عقلم روشنه، چراغ عقل با چرا روشنه. اونجایی که چرا نیست، عقل خموده، عقل متوقفه. عقلی که چرا نداره دیگه از عقلانیت خودش سقوط کرده. اما این چرا نه چرای شیطانی، البته در یه مراحل ممکنه چرا شیطانی باشه، من حرف ندارم. ممکنه شما غایات که در نظر میگیری غایاتی باشه که زودگذر باشه، ولی بعد دوباره عقل میگه چرا. خب حالا رسیدیم اینجا، میگی میخوام سرمایه‌دار بشم. خب بسیار خوب، شدی میلیاردر شدی، حالا چرا؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ باید جواب بدی. میگی میخوام برم به کره مریخ. خب برو، حالا رسیدی به کره مریخ چیکار کنی؟ میخوام زندگی کنم. خب اینجا زندگی کنی برای چی؟ باز چرا هست. این چرا همچنان دست از سر شما بر نمیدارد تا جایی که دیگه پاسخ قطع میشه. اونجا کجاست؟ غایت الغایات، حق تبارک و تعالی. حالا من اینجا یادم اومد از قرآن کریم، عجب آیه معجزه است، این آیه معجزه است، همه آیات معجزه است، و به خصوص الان توجه من جلب شد به این آیه. شما این چرا رو ادامه میدی تا وقتی که به غایت الغایات رسید که فوق او دیگه بالاتر متصور نیست. اونجا میشه سوال که از چرا؟ نه دیگه سوال نیست. حالا قرآن چی میگه؟ میگه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اینجا دیگه چرا قطع میشه. لا یسأل، نمیگه سوال نکن، میگه دیگه نمیتونی سوال کنی، سوال شدنی نیست. نمیگه تو سوال نکن، میگه دیگه سوال قطع شد. به غایت الغایات، مبدأ المبادی، که همون مبدأ المبادی غایت الغایاته،
یعنی دیگه فوق او به تصور شما در نمیاد. اینجا خود به خود سوال قطع میشه، لا یسأل میشه، نمیگه لا تسأل، میگه لا یسأل. دیگه نمیشه سوال کرد، دیگه نمیشه اصلا سوال، دیگه قطع شد. سوال به کجا قطع میشه؟ غایت الغایات، با رسیدن به حق تبارک و تعالی، یعنی با مقام معرفت. وقتی به حق رسیدی اونجا دیگه سوال منقطعه. خود به خود حضرت عالی عقل هم پرسشکره، هم بازپرس هم هست، معلومه. به ما میگه کجا داری میری، کجا داری مرتب مرتب اصلا هم پرسش میکنه، چرایی هر دو هست. ولی یه جایی گفتم که هر چیزی یه تقوایی داره، گوش هم مثل که در برنامه قبل بود، تقوای عقل رو بعضی از بزرگان گفتن پرسشه. تقوای چشم اینه که به نامحرم نگاه نکنه، جاهای بد اصلا بد نبینه. تقوای گوش اینه که حرف خوب بشنوه. اما تقوای عقل اینه که بپرسه. عقل اگر نپرسه تقوا نداره، عقلی که پرسش نداره تقوا نداره. ولی پرسشو بعضی بد میدونن. آخه چرا بد میدونن؟ اگه پرسش نباشه که تکامل نیست، اگه پرسش نباشه که تعالی نیست. تعالی یعنی بالا رفتن. بدون پرسش بالا رفتن معنی داره؟ تو پرسش نباشه اصلا تفکر فعال نیست. اما پرسش به قول شما، اگر پرسش شیطانی بود، پرسش عرض کنم در امور مبتذل بود، خود عقل میگه خب حالا اون برای چی؟ حالا اون امر مبتذل برای چی؟ دوباره میپرسه. شما ممکنه جواب بدی که پرسش بکنم برای اینکه به امر مبتذل برسم. خب بعد میگه حالا رسیدی، حالا این برای چی؟ دوباره میپرسه. و این پرسش ادامه داره تا جایی که دیگه پرسش بی‌معنی بشه. کجا پرسش بی‌معنی میشه؟ عند الوصول الی الحق، ساعت حق، عند الوصول الی الحق. دیگه پرسش معنی نداره، چون پرسش برای غایته. حالا غایت بعد از حق چی میشه؟ پرسش نمیکنه کجا میره؟ دیگه بعد از حق جایی نیست که، چون نیست دیگه، معنی نداره اصلا. معنی نمیشه، یعنی شدنی نیست، محو عند الله میشه، بی نهایته دیگه. بالاتر از بی نهایت کجاست که شما بپرسی؟ این دیگه در اختیار شما نی. آیات نهایاتی که عرفا میگن این قاعده رو. ها چی میگن؟ النهایات الی الغایات والغایات الی البدایات. بله، یعنی این وقتی میگن النهایات الی البدایات، از نظر حکما که قبلا هم بحث کردیم، نهایت طولی نیست. پایان هر چیزی بازگشت به اصله. احسن. چون حرکت دوریه، تجلیات خداوند هم در قوس صعود و نزوله. یعنی پایان هر چیزی، سرانجام که میلیارد ها لایتناهی طول بکشه، به کجا میرسد؟ به جایی که از اونجا آغاز شده است. همه چیز از حق است و همه چیز سرانجام به کجا منتهی خواهد شد؟ به حضرت حق. به حضرت حق. همه چیز از حق می آید. من هو و الیه، من هو و الیه، از او و به سوی او. انا لله و انا الیه راجعون. ما از اونجا آمدیم، با اونجا باز خواهیم گشت. این یه دور وجودی، دو قوس قبلا صحبت کردیم. پس غایت الغایات رسیدن به مبدأ المبادی است. دیگه بعد از غایت الغایات که همون مبدأ المبادی است، چیزی متصور نیست. یعنی اصلا سوال بی معنیه. مادامی که به اونجا نرسی، سوال به نظر من برجاست. و اگر کسی سوالش منقطع کرد، متوقف باقی مونده. حالا شیخ داره عمر رو همینجور توضیح میده، شیخ عجل سعدی. بله. میگه عمر گرانبهاست. این بهاش عرض کردم نمیشه تعیین کرد چند میلیارد، اصلا معادل نداره. عمر یک بار بیشتر نی. و میتوانی شما با این عمری که همون خاتم زر است چی بخری؟ ابدیت، وصول به حق، ابدیت حقانی، نه ابدیت غیر حقانی. اصلا خدا ابدی است، غیر خدا ما ابدی نداریم. چی ابدی است غیر خدا؟ و هیچ. از خدا صرف نظر کن، چی ابدی؟ اول و آخر. از خدا صرف نظر کنی، جاودانگی معنی نداره، ابدیت معنی نداره، هیچ معنی نداره. ابدیت در پرتو حق، معرفت حق معنی پیدا میکنه. ابدیت چه معادلی داره؟ من چی با ابدیت معادل کنم؟ یه امر زودگذر، دو روزه، یه روزه، یه ساعته، یه میلیارد، بگو هزار میلیارد سال، هزار میلیارد 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 سال در جنب ابدیت چه ارزشی داره؟ به من بگو. هیچ. یه لحظه هم نی. هیچ ارزشی. شما فکر کنی میلیارد ها مهمه؟ میلیارد 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 در جنب ابدیت و ازلیت یعنی چی؟ هیچ. یعنی هیچی. حالا من چگونه بر عمری که میتواند به ابدیت برسد قیمت تعیین کنم و بها تعیین کنم؟ خیلی حرف مهمه.
خاتم زر که بی بدیله و هیچ قیمتی نمیشه براش تعیین کرد، مدت عمره که ما متاسفانه به سادگی داریم از دست میدیم، مانند همون کودکی که با یه خرما خوشیم، یعنی خرمای زندگی روزمره زودگذر. احسن. این یک فریب وحشتناکیه و این بعدش یه پشیمانی هست، یه حسرتی که دیگه قابل جبران نیست. یک دفعه متوجه میشه انسان که عمر رو، همون خاتم زر رو از دست داده، اون خرما شیرینیش تمام شد، حالا در حسرت باقی میموند. یوم الحسره، یکی از اسماء قیامت حسرت، یوم الحسره است. یوم تبل السرائر، وقتی که پرده ها عقب میره حسرت باقی میمونه، اون حسرت هم وقت جاودانه خواهد بود. خیلی حسن. سخته. خیلی ممنون، پس به جای خوبی رسید، من تا وقت تموم شد. پس نتیجه میشین که در خردیم لوح و دفتر خرید، برایم یکی خاتم زر خرید، و در کرد ناگه یکی مشتری، به خرمای از دست من گشتری. زمانی گرفتار این نمیشیم که عقلمون رو وادار کنیم که به این سرمایه گران سنگی که خداوند به ما داده این قیمت گذاری بکنیم. اگه بتونه ارزش اینو بفهمه، میتونه خوب برای زندگی خودش برنامه‌ریزی بکنه. این خلاصه و مخلص بحث ما میشه. خیلی خوب بود استاد، بسیار زیبا بود. انشالله ادامه، چون هنوز بحث خود سعدی هم اشاره میکنه که چگونه از عمر استفاده کنیم، انشالله در جلسه بعد پی میکنیم. بله. بر ما بسی کمان ملامت کشیده ام، تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم. ای گل تو دوش داغ صبوحی چشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.